ده مقصد من در تشریح کردن طرز اداره حکومت اقتصادی افغانستان که از نقطه نظر ملی، از نقطه نظر مذهب، از نقطه نظر نظامی، از نقطه نظرهای مختلف چطور اداره میکنه. و نفر به خبر خیال میکنه هیچ گپ به دنیا نیست، این بچه ما نالایق بوده یا لیاقت جنرالی را اجرا ندارد، یا از این مردم مردم به استعداد هستن، این مردم هیچ انجینیر نمیشن، تنها باید جنرال از نموجه باسا و دکه زمیشن. مگر میدانیم که هر نظام ظالمانه که به اساس عدالت انسانی و عدالت اجتماعی و بالاتر عدالت اسلامی استوار نباشد، بالاخره در برابر شک حالفی صورت میده. فران سر بنی اسرائیل ظلم کو روز خداوند تکلیف میکنه که توسط بگه موسی علیه السلام به خودش از قوم بنی اسرائیل استفسه پیش بره. و هر جای نظام ظالمانه تا آخر نمیتونه که دوام بیاره، تا یک وقت میره یک وقت بگوی نبوی انگلیس کنه و برخان میشه و یک حالت اینکه جارا میزن بگه با کمال تأسف با اینه قسم یک روش غلط ظالمانه که در گذشته وجود داشت، نخواستن که ملت مسلمان افغانستان من حیث یک ملت تبارش کنه، بلکه ملت بگه هر آن یک تعداد احساس حاکمیت، یک تعداد احساس محکومیت و مظلومیت، پس با مجرد که فرصت برابر شود یک انفجار است، مثل که باروت است، پلته است، یک گوگرد بزنید و یک انفجار. و این انفجار دفعه با ساده نیست که کسی را گرفته بگه و با آسانه. من روز به شما مثال دادم یو برسلا گیره که تو آمد توسط قوم سار به دیگه و دیگه شما تاریخ خوانده باشه به نحو اداره کرد، مگر یک روزی که کم در دنیا تغییر نخوره کشتاره که دیشه و روز دیگه سلاوی سیکن هر چی که میکشن ملت مخالف میگه که من قبول ندارم، بس تو مملکت جدا، من مملکت جدا، دیگه از اینکه باید این کار کار کنم. مگر بوده کشورهایی حتی کشور غیر اسلامی که 4-5-10 میلیارد یک جای بوده مثل افغانستان بوده، مگر وقتی که عدالت بوده ولی کافر بوده، بگه وقتی که در اوجا همیشه روان خودش کافر بود که پیغمبر خدا را تعریفش میکنه که به عدالت بودنش عادل بود، وقتی که عادل بوده و عدالت بوده او یک کشور شد. در بدترین شرایط تاریخ انفجار آمده، نبگه مثل سویس، در سویس آلمانیست، فرانسویست، خود سویسیست، ایتالویست، از 10 کشور جور شده، سویس هم در قلب اروپاست مثل افغانستان بود. این همی تر کشور کوهستانی در هر بغل کوهشی طرف 1 میلیارد است و طرف دیگر میلیارد، این کوه هم کمسا تأثیر داره در میلیارد های مختلف، چرا این جدا نگاه بکنه، یک مردم یک چه نگاه بکنه بگه شده دیگه است. بگه اینه به این درفی اروج که عدالتی بودن تا امروز هیچ نفر سویسی نمیگه که نارده نه من جرمنیستم سویسی نیستم، من اونیستم سویسی نیستم، خودش کل شکل نخواه بکنه. در جنگ جهانی آمده سویس که بهتره بوده بهتره، هیچ در دو جنگ تحریف نشدن که تعداد آلمانیش بوده که من میرم طرف آلمان، مملکت خود دوست داشتن، خاک خود دوست داشتن، در حکومت خود دوست داشتن، مگر جایی تیگاه نبوده اونه حالت انتظار آمیست. و در تشتیه مسائل میلیت هاره که من به شما تشتیه کردم، این امروز که یک دفعه انقلاب آمد، در انقلاب حکومت از بین رفت و کمونیست روش آمد و این میلیت های مختلف سلا برداشت، مسلح شد، استاد شد، آلی دیگه او حالت توازن اداره دیگه برهم کن، حالت یک حالت انفجار آمیزه گره. اگر واقعا که حکومت عادلانه بیاید شاید تیز گفی هم باشه، یک حکومت اسلامی به شده گفی هم باشه، بازی تحلیلش برور بگیره، وگر هر نوع تبعیز در ولو خزی با سر 5%-2% بلوچم که تو بخواهی که اعمال بکنی شاید دیگه قبول نه. و شرایط قسم است که زمینه به بغاوتش وجود داره و افغانستان ده حد نیست که برای هر ملیت دیگه سرکوب کنه، نه اقتصاد داره، نه پیسه داره، نه عسکر جمع داره، نه اداره داره. اینجا باید تشریح کرده میبینیم که مسئله چه قشکنین به انفجار آمیز است و روش غلط سابقا امروز چی اکنون منوز ایره ایجاد کرده و چی حالت هم به قسمت ملیت ها کس گفت نداره برند دیگه قسمتش. هر سوالی دارید؟